بحث بر سر ای اقسام خانواده ها بود از جهت و از لحاظ تربیه که انجام میدن. یکی از خانواده ها و یکی از الگوهای فرزند پروری الگوی خانواده مستبد بود. انشاءالله در این برنامه در این باره بیشتر با کارشناس محترم صحبت میکنیم. خانم علیزاده بزرگوار، یک چیزی که بسیار پیش میآید شاید دیده باشین در اطراف خودمان است که گاهی اوقات ما افرادی را میبینیم که کاملا تندخوی هستند، کاملا اخلاق بد دارند با دیگران، سر ستیز و جنگ دارند و یا سعی میکنند که با نه تنها با دیگه افراد در خانه هم با پدر و مادر خودشان سر ستیز دارن. وقتی که پدر و مادر دلنگرانشان میشه، یک نصیحت میکنه، انمی اطفال یا حتی بزرگ شدن، جوان شدن، نوجوان شدن، در برابر پدر و مادر خود میستن و رفتار ناپسند از خودشان نشان میدن، گپ پدر و مادر خود اصطلاحا میگه گوش نمیگیرن، انجام نمیدن. یک حس بدبینی و خشمی نه تنها نسبت به همه جامعه که حتی نسبت به پدر و مادر خود دارن. پدر و مادری که از وقت اینها خرد بوده، از وقت اینها یک روزه بوده، هیچ کار نمیتونسته بکنه، پدر و مادر بالاخره اینها را کلان کرده. بسیار جای تعجب است که انسان میبینه که در خانواده چنین اولادهای شکل میگیرن. باز وقتی که پای درد و دل پدر و مادر بشینی میگن که ما چقدر سختی ها کشیدیم، چقدر زحمت ها متحمل شدیم تا اولاد در اینجا رساندیم، و حال نمی اولاد از ما میبینی که حتی در جمع هم احترام پدر و مادر نگه نمیداره، گپ خوب ما به دشانشی بد میرسه. این پدر و مادر قطعا شاید باید نگاه بکنن به رفتاری که خودشان به اولاد خودشان داشتن، شاید کوتاهی از جانب خودشان باشه، در حالی که البته بیشتر مواقع کوتاهی را از جانب اولاد میبینن و همه میگن که دیگه از شانسی پدر و مادر بوده که قسمتشون چنین اولادی شده. در مورد همین صحبت بکنید که این پدر و مادر چه کوتاهی های ممکن که در زندگی کده باشن که عالی با چنین اولادی مواجه شدن. بله، انشاءالله بحث ما همی خواهد بود. دوستای عزیز، ما در بحث قبلیمون از الگوهای فرزند پروری گفتیم و گفتیم روش های مختلفی است. ما خانواده‌ای داریم که روش استبدادی رو در پیش میگیره و بهش میگیم یک خانواده مستبد. خانواده‌ای داریم که یک روش قاطعی رو پیش میگیره و خانواده‌ای داریم که یک روش آسانگیر رو پیش میگیره. گپ ما در برنامه قبلی روی خانواده مستبد بود. و چون این خانواده، این رقم خانواده در جامعه ما بسیار رواج داره، ما سعی کردیم کمی که بعد از برنامه ان شاء الله ادامه بدیم و یک مقدار بیشتر صحبت کنیم ان شاء الله که این مسئله باز شده. و خدمت شما عرض کنم که همین داستانی که شما گفتین، اولادایی که هستن که بسیار عصبی مزاج هستن یا بسیار پرخاشگری میکنن نسبت حتی در پدر و مادر خود، نسبت به زن و فرزند خود، نسبت به اطرافیان خود، حالا ما اگه میره ریشه یابی کنیم و برگردیم به گذشته، از او شاید ریشه در سبک تربیتی خانواده داشته باشه. شاید زمانی که او کودک بوده خانواده با او همین رقم برخورد کرده و عقده ها و مشکلاتی در روح روان از او ایجاد شده که زمان کلانتر شده، این به همین علتی که تربیت ناسعی داشته در دوران کودکی خود، این عقده ها، این سرخوردگی ها باعث میشه که او یک شخصیت عصبی مزاجی پیدا کنه، باعث میشه که تحمل از او بسیار کم باشه، صبر و شکیبایی از او بسیار کم باشه و خیلی زود واکنش تند نشان بده نسبت به اطرافیان خود. کدام که بسیار معمولی میزین نگاه میکنی که بسیار برافروخته میشه، فریاد میکشه، صدای خود بلند میکنه. حالا انشاءالله این را ما ریشه یابی میکنیم که این خانواده چه رقم هست که باعث میشه که همچین اولادهای تربیت شود. من در آغاز برنامه یک دلنوشته دارم از یک فرزندی که نسبت به پدر خود داده. حالا شاید بسیار رواج داشته باشه از دلنوشته در بین مردم ما و شما که شاید بعضی ها به قلم آورده و بعضی ها در دل نگه داشته. ای عزیزترین پدر، شما اخیراً پرسیده اید که چرا من از شما اینقدر میترسم؟ مثل همیشه هیچ جوابی به سوال شما به نظرم نرسید. بخشی به خاطر اینکه واقعا از شما میترسم و بخشی به خاطر اینکه ارائه دلیل و جزئیات لازم دارد که آن هم موقع حرف زدن از ذهنم میرود. چیزی که لازم داشتم کمی تشویق، کمی دوستی بود، ولی لایقش نبودم. ببینید، شاید این دلنوشته خیلی از بچه های ما باشه، اولاد های سرزمین ما باشه که نسبت به پدر و مادر خود دارد. چون
نقش محیط در تربیت بسیار مهم است بله و سهم بزرگی از شخصیت ما را در درجه اول محیط خانواده و در رأس او پدر و مادر به ما میده. پس بنابراین سبک تربیتی که پدر و مادر داره روی تأمین شخصیت ما بسیار مؤثر است. بله. دل نوشته که بزرگوار نوشته بود که من از پدر میترسیدم و میترسم. خب بسیاری از خانواده افغانی خانم نزده وقتی که اولاد خود میترسن خب قصد و نیت سوی خدای نکردن ندارن، نمیخوان که آزار برسونن. هدف ایست که اولاد از ما بترسه و گپم گوش کنم. من که خیر خواهش هستم، گپ بد برش نمیزنم. با عید از ما، با گپ از ما گوش کنه، انشالله یک زندگی بهتر داشته باشه. نیت و قصد بعدی که پدر و مادرها از یک اولاد خود میترسونه ندارن. درسته. همه ما به طور ذاتی و فطری اولاد خود دوست داریم. بله. هیچ پدر مادری پیدا نمیشه که بگم من کدام قرضی قصدی دارم که اولاد خود اثر یک نیت بد ما ایره میزنم. قطعا نیت ما خیره ولی روش ما اشتباه. همه ما، همه پدر و مادرها دوست داره یک اولاد خوب تربیت کنه، درست. یک اولاد صالح داشته باشه ولی روش ها فرق میکنه. ما میاییم الان برنامه ما روی اصلاح روشه. بله. همین گپایی که میزنیم خب خانواده گوش کنن ببینن آیا روششان درسته، آیا با این روشی که اونها در پیش گرفته به همین مقصد که تربیت یک اولاد صالح و خوب هست میرسه یا نمیرسه. ما میخوایم همین گپ بزنیم که آیا همین روشی که تا حالا از پدر و مادرها به ما رسیده و ما هم سر اولاد خود همی پیاده میکنیم و نسل بعدی هم مثل ما به همین روش پیش میره، آیا کدام نتیجه خوب داده یا نداده؟ آیا واقعا به او یک اولادی که نه از لحاظ ظاهری فقط ها، چی از لحاظ جسمی و چی از لحاظ روحی یک اولاد سالم، یک اولادی که سلامت روحی، روانی و جسمی داشته باشه، آیا ما واقعا همچین اولادی را تربیت کردیم؟